سلام و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال آدمیرال خوش آمدید. در 9 ژوئیه 1961 صدها هزار نفر در فرودگاه توشینو در نزدیکی مسکو گرد هم آمده بودند تا شاهد بزرگترین رژه هوایی کشور باشند. این رویداد 2 ساعته از نظر عظمت و جذابیت بی‌نظیر بود. در میان تماشاگران هیجان زده، نمایندگان نظامی ناتو هم حضور داشتند که با جدیت در حال یادداشت برداری بودند. اوج رژه یک شگفتی بزرگ با خود به همراه داشت. 10 هواپیمای غیر معمول بر فراز فرودگاه پرواز کردند که مانند جنگنده ها دارای طراحی آیرودینامیکی و بالهای جارویی بودند، اما 3 برابر بزرگتر از هر جنگنده ای تا آن زمان. در حالی که شهروندان روس سر از پا نمی شناختند، اما نمایندگان ناتو با نگرانی هواپیمای جدید را زیر نظر داشتند. اولین بمب‌افکن مافوق صوت شوروی توپولوف TU-22 بود. آندری توپولوف، طراح برجسته هواپیمای شوروی، مغز متفکر پشت این آفرینش بود. او در طول عمر خود بیش از 100 هواپیما طراحی و 78 رکورد جهانی را ثبت کرده بود. از آثار برجسته او میتوان به آنت 20، بزرگترین هواپیمای دهه 1930، TU-104، اولین جت مسافربری شوروی، TU-144، جت مسافربری مافوق صوت و تنها رقیب کنکورد، و TU-95 از معروفترین بمب‌افکن‌های دنیا اشاره کرد. اما در میان تمام دستاوردهای خیره کننده، یک هواپیمای غیرعادی نیز وجود داشت که توپولوف آن را تأسف‌بارترین ساخته خود می دانست. هواپیمایی که قرار بود لرزه بر اندام دشمنان شوروی بیندازد، در نهایت تبدیل به بزرگترین ترس خلبانان روسی شد، به گونه ای که به خاطر تلفات زیاد خلبانانش آدم خار نامیده می شد. هرچند این تنها لقب کنایه‌آمیزش نبود. در واقع معروفترین لقب بمب‌افکن حامل مافوق صوت الکل بود. آدم‌ها بعد از هر پرواز می‌توانستند مستقیماً از مخزن سیستم تهویه ودکای اصل روسی بنوشند و همین موضوع نیز سبب مشکلات خانوادگی بسیاری برای کادر پروازی آن شده بود که مقامات باید برای آن نیز چاره‌ای می‌اندیشیدند. اما برای ایرانیان این پرنده روی دیگری نیز داشت. اولین جرقه جنگ 8 ساله ایران و عراق توسط این بمب‌افکن زده شد، وقتی در 31 شهریور 59 با 6 بمب فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد. ما در این ویدیو داستان یکی از عجیب‌ترین هواپیماهای نظامی ساخته شده در طول تاریخ را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. داستان TU-22 از سالهای آغازین جنگ سرد شروع شد. در حالی که اتحاد جماهیر شوروی بمب‌های هسته‌ای تولید کرده بود، اما بدون روشی قابل اعتماد برای حمل، این بمب‌ها هیچ ارزشی نداشت. اولین پاسخ موفقیت‌آمیز به این مشکل بمب‌افکن متوسط TU-16 بود. این هواپیما بسیار خوب و قابل اعتماد بود که برای دهه‌ها تبدیل به ستون فقرات ناوگان بمب‌افکن شوروی شد، اما نمی‌توانست مشکل را به صورت کامل حل کند و سرعت‌های مادون صوت بمب‌افکن‌های شوروی را در برابر رهگیرهای مافوق صوت جدید آمریکایی و بریتانیایی بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد. برای شکستن پدافند هوایی دشمن، بمب‌افکن‌های مافوق صوت لازم بود و توپولوف اولین کسی بود که آمادگی خود را برای ساخت آن اعلام کرد. با توجه به اخباری که حکایت از دستیابی آمریکا به بمب‌افکن B-58 هاستلر می‌داد که می‌توانست 2 برابر سرعت صوت پرواز کند، مقامات شوروی سریعاً با طرح او موافقت کردند که منجر به 2 پیشنویس شد. اولی قرار بود با تغییراتی روی TU-16 سرعت آن را افزایش دهد و طرح دیگر ساخت یک هواپیمای کاملا جدید با سرعت 1700 کیلومتر بر ساعت بود.
طرح دوم پذیرفته شد و توپولوف یک طرح عجیب برای استقرار موتورها در بالای بدنه را ارائه داد که تا پیش از آن در دنیای هوانوردی بی سابقه بود. اولین نمونه اولیه هواپیما در سال 1958 پرواز کرد، اما عملکردش بسیار با آنچه انتظار می‌رفت تفاوت داشت. با این وجود کار متوقف نشد و سال بعد پرواز نمونه اصلاحی نیز منجر به از بین رفتن هواپیما شد. در حالی که در هفتمین پرواز هواپیما دیوار صوتی را شکست، اما ناپایداری بالها در سرعت بالا سبب از هم پاشیدن بدنه و کشته شدن دو سرنشین آن شد. اما با شگفتی بسیار این شکست هم سبب نشد مقامات شوروی دست از لجاجت بردارند و حتی در عوض دستور تولید انبوه آن نیز صادر شد. اول تولید انبو انجام شود و بعداً مشکلات در طول تولید و آزمایش برطرف شود. اولین هواپیمای بعدی در سال 1960 پرواز کرد، اما آن هم دو ماه بعد سقوط کرد. موضوع جالب در این سانه این بود که وقتی پیکر یکی از خدمه از لاشه بیرون آورده شد، تصور می شد او کشته شده و به سردخانه فرستاده شد. خیلی زود همسر او به سردخانه رفت و مصرانه خواستار دیدن او شد. سرانجام وقتی سراغ متوفا رفتند، مشخص شد او هنوز زنده است. آزمایشات اولیه به سرعت مشخص کرد هواپیما نمیتواند الزامات سرعت و برد پروازی را برآورده کند. با این وجود دستور ساخت 42 فروند از آن برای سال بعد صادر شد. هرچند به دلیل تغییرات مداوم در طول فرایند تنها ساخت 12 فروند عملی شد. هر قیمتی که بود در نهایت هواپیماهای ساخته شده با اولین حضور در رژه هوایی توشینو در سال 1961 نمایندگان ناتو را تحت تأثیر قرار داده و یکی از اهداف اصلی خود را محقق کردند. هرچند بسیاری بر این باورند این مسئله شاید تنها موفقیت بمب‌افکن در تمام طول عمرش بود. در 25 سپتامبر 1962 مرحله دوم و نهایی آزمایشات آغاز شد و تنها دو هفته بعد بمب‌افکن دیگری در طول آزمایشات زمینی به دلیل جرقه در موتور به طور کامل آتش گرفت. در مجموع 20 هواپیما برای آزمایش‌های مرحله تولید مورد استفاده قرار گرفت. جالب اینجا بود که در سال 1962 علی‌رغم آن که هواپیما هنوز آزمایشات خود را تکمیل نکرده بود و رسماً برای خدمت پذیرفته نشده بود، اما چندین واحد نیروی هوایی شوروی قبل از آن به اولین نمونه‌های بمب‌افکن مجهز شده بودند. اگرچه چندین اصلاح و بهبود قبلاً روی هواپیماها انجام شده بود، اما آنها همچنان پر از ایراد بودند. مشکل بی‌ثباتی بالها که منجر به نابودی اولین نمونه شده بود هنوز به کلی برطرف نشده بود. از همین رو خلبانان اجازه پرواز با سرعت بیشتر از 1.4 ماخ را نداشتند. گرم شدن پوسته در سرعت‌های مافوق صوت سبب انحراف و چرخش ناخواسته هواپیما می‌شد. آنطور که نیکونوف یکی از خلبانان آزمایشی بمب‌افکن به یاد می‌آورد، برای جبران این انحراف خلبان همیشه مجبور بود با تلاش زیاد یوغ هواپیما را به صورت مداوم در جهت مخالف فشار دهد و در نبود کمک خلبان چنین پروازهایی از لحاظ روحی و جسمی بسیار خسته کننده بود. در واقع این هواپیما تنها بمب‌افکن سنگین دنیا بود که تنها توسط یک خلبان پرواز می‌کرد. اعتقاد بر این است که حضور کمک خلبان می توانست از سقوط‌های متعدد TU-22 که به دلیل اشتباهات خلبان به ویژه مواردی که ناشی از خواندن نادرست ابزارهای جدید و گیج کننده کابین بود جلوگیری کند. طراحی کابین خلبان هم بسیار فاجعه بار بود. اهرم‌ها و سوئیچ‌های متعددی که از پانل‌ها بیرون زده بود کابین را بیشتر شبیه یک قطار بخار می کرد تا یک هواپیمای مافوق صوت مدرن. خلبانان شوروی کابینان را با جوجه تیغی مقایسه می کردند. اگرچه ممکن است غیر قابل باور به نظر برسد، اما برخی از خلبانان از آنجایی که دستشان به بعضی از اهرم‌ها نمی رسید، حتی از طناب یا قلاب‌های مفتولی ابدایی خودشان برای کشیدن آنها در طول پرواز استفاده می کردند.
علاوه بر این کابین دید ضعیفی برای خلبان باقی می گذاشت. صندلی خلبان کمی به سمت چپ قرار داشت تا دید را بهبود دهد، زیرا یک ستون فلزی درست در وسط شیشه جلو قرار گرفته بود. با این حال زمانی که خلبان مجبور می شد به دلیل وزش باد متقابل از سمت چپ جهت هواپیما را تنظیم کند، این ستون به طور کامل دید او از باند را مسدود و فرود را تقریبا کور می کرد. اما حتی آب و هوای عالی نیز پرواز با بمب‌افکن را آسان‌تر نمی‌کرد. برای مثال هواپیما می‌بایست با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت فرود می‌آمد که برای چنین بمب‌افکن بزرگی بسیار زیاد بود. برای خلبان TU-22 حفظ این سرعت بسیار مهم بود، زیرا اگر کندتر پرواز می‌کرد مشکلی وحشتناک پیش می‌آمد. مرکز ثقل هواپیما به دلیل جانمایی فاجعه بار موتورها بسیار عقب از وسط هواپیما بود و اگر سرعت آن از 300 کیلومتر کمتر می شد، دماغه به سمت بالا منحرف و هواپیما عمودی می شد. اما همین موتورها حتی یک فرود معمولی را نیز بسیار دشوار می کرد. از آنجایی که بردار رانش موتورها به طور قابل توجهی از محور طولی هواپیما بالاتر بود، نیروی شیرجه‌روی قابل توجهی تولید می کرد که خلبان باید همیشه از آن آگاه بوده و در صورت نیاز به سرعت آن را جبران می کرد. اما حتی پس از فرود نیز مشکلات پرواز تمام شدنی نبود. TU-22 یک نقص نادر و بسیار خطرناک به نام گالوپینگ داشت که سبب ارتعاش شدید به ویژه در عرابه‌های فرود می‌شد. این مسئله به طور قابل توجهی کنترل هواپیما را در حین حرکت روی زمین پیچیده کرده و در بدترین حالت چندین مرتبه سبب کنده شدن عرابه‌های فرود و آسیب به هواپیما و خدمه شد. اما حتی این مشکلات مرگبار نیز در مقایسه با یکی از اصلی ترین و احتمالاً مرگبارترین ویژگی های هواپیما اصلاً به حساب نمی آمد. برخلاف بسیاری از هواپیماهای مدرن که در آنها خلبان در مواقع اضطراری به سمت بالا پرتاب می شود و امکان پرتاب ایمن حتی در ارتفاع صفر را ممکن می سازد، سیستم صندلی ایجک در TU-22 رو به پایین طراحی شده بود. همین موضوع سبب می شد حداقل ارتفاع برای پرتاب ایمن در ارتفاع 350 متری باشد. با توجه به اینکه بیشتر سوانح هوانوردی هنگام برخاستن یا فرود رخ می دهد، خلبانان مطمئن بودند هیچگاه این صندلی جان آنها را نجات نخواهد داد. حتی فراتر از آن، در TU-22 های اولیه حتی به دلیل خراب بودن قفل صندلی موارد متعددی وجود داشت که صندلی خدمه خود به خود از هواپیما سقوط می کرد. خوشبختانه این حوادث روی زمین اتفاق افتاد، اما آسیب های مکرر ستون فقرات در نتیجه چنین زمین خوردن هایی کابوس هر روزه خلبانان بوده و به همین دلایل آنها از هر فرصتی برای فرار از پرواز با این هواپیما استفاده می کردند. تولید توپولوف TU-22 در سال 1969 لغو شد. با این حال تا پایان سال 1975 از 311 هواپیمای ساخته شده حداقل 70 فروند در سوانح از بین رفت و این بمب‌افکن از این جهت رکورددار در میان تمام هواپیماهای جهان شد. نیروی هوایی شوروی به دلیل شکل هواپیما به آن لقب پریکر داده بود، اما به لطف مشکلات بی پایان بیشتر با نام ایرورپلین و دیفکتو کرافت شناخته می شد. با این حال از آنجا که متاسفانه بیشتر سوانح منجر به از دست رفتن خدمه نیز می شد، کم کم در بین خلبانان به نام بمب‌افکن آدم خوار معروف شد. البته وضعیت TU-22 بعد از اواسط دهه 70 کمی بهتر شد، زمانی که خطرناکترین ایرادات هواپیما بالاخره برطرف شد. با این وجود این بمب‌افکن همچنان برای پرواز بسیار سخت باقی ماند، به گونه ای که هر اشتباه کوچک خلبانانش برایشان به بهای جانشان تمام می شد. تنها بهترین خلبانان بمب‌افکن برای پرواز با TU-22 انتخاب می شدند و تنها هواپیما در نیروی هوایی شوروی بود که خلبانان آن آموزش پرواز را نه در مدارس پروازی بلکه مستقیماً در واحدهای نیروی هوایی کسب می کردند.
اما برنامه‌های آموزشی با معرفی نسخه یو از بمب افکن که یک مدل آموزشی از این هواپیما بود به طور باور نکردنی محبوب شد و در نیروی هوایی شوروی بسیار مورد استقبال قرار گرفت. با این حال این محبوبیت نه به خاطر افزودن کابین کمک خلبان بلکه به خاطر سیستم تهویه هوای آن بود که در نهایت برایش لقب حامل مافوق صوت الکل را بر ارمغان آورد. تقریبا از روزی که اولین فروند از TU-22 در یگانهای نیروی هوایی شوروی ظاهر شد، هواپیما این لقب را به دست آورده بود. اما نام‌های کمتر رایج دیگری مانند فروشگاه پرنده مشروبات الکلی و کامیون ودکا نیز وجود داشت که البته دلیل تمام آنها یکی بود. آن نیز مقدار قابل توجه الکل بود که در سیستم تهویه هواپیمای بمب افکن استفاده می شد. البته TU-22 اولین هواپیمایی نبود که از الکل در این سیستم استفاده می کرد. به عنوان مثال در TU-16 قبلی هم سیستم ضد یخ با الکل پر می شد. با این حال مقادیر آن معمولاً بسیار کم بود و از الکل‌های اصلاح شده صنعتی استفاده می شد. اما مخلوط مایع مورد استفاده در TU-22 شامل 60% آب مقطر و 40% اتیل الکل بسیار خالص بود که در واقع هیچ تفاوتی با ودکای معمولی روسی نداشت. میزان مصرف مخلوط الکل به حالت کار موتورها بستگی داشت، اما خلبان نیز می توانست در طول پرواز میزان مصرف آن را کنترل کند. مخلوط الکل استفاده نشده معمولاً در پایان پرواز از هواپیما تخلیه می‌شد و سپس به صورت مستقیم به عنوان نوشیدنی محبوب خدمه مورد استفاده قرار می‌گرفت. حجم مخزن بسته به نوع هواپیما متفاوت بود. 225 لیتر در هواپیماهای جنگی و تا 400 لیتر در نسخه‌های آموزشی. طبق قانونی نانوشته یک قسمت از الکل باقی مانده به خدمه زمینی هواپیما می‌رسید. با ظهور TU-22 خدمه تعمیر و نگهداری که وظیفه پر کردن و تخلیه مجدد الکل را بر عهده داشتند به یکی از مورد احترام ترین واحدها در پایگاه‌های هوایی شوروی تبدیل شدند. حتی با انجام کارهای وقتگیر و انرژی بری همچون پاک کردن برف یا پوشاندن هواپیما، اما برخلاف سایر هواپیماها زمانی که کار باید روی TU-22 انجام می شد، هرگز مشکلی برای یافتن کارگر وجود نداشت. هر کدام از خدمه یک کیسه آب گرم با خود داشتند و بعد از پر کردن با الکل آن را در زیر لباس خود پنهان کرده و از پایگاه خارج می شدند. اما همه نمی توانستند با مقادیر بیش از حد الکل رایگان به خوبی کنار آیند. تعداد فزاینده اختلافات خانوادگی و طلاق فرماندهی هوایی را مجبور کرد که مصرف مخلوط را به شدت محدود کند و در بدترین موارد حتی خلبانان را از استفاده از تهویه در پروازها منع کند. زمانی که عمق مشکل به گوش مقامات ارشد وزارتخانه رسید، حتی امکان جایگزینی آن با مایع غیرقابل مصرف صنعتی نیز بررسی شد. نمایندگان نیروی هوایی به سرعت اعلام کردند مشکل آب‌بندی تهویه سبب انتشار الکل به داخل کابین و در نتیجه مسمومیت خلبانان خواهد شد. آنها حتی آزمایشی را ترتیب دادند و نمایندگان وزارتخانه در حالی که در کابین خلبان نشسته بودند تایید کردند که واقعاً بوی خفیف الکل را تشخیص دادند. البته آنها نمی دانستند که قبل از آزمایش یکی از تکنسیان‌های هواپیما یک پارچه آغشته به ودکا را در لوله تهویه قرار داده بود. با کمال تعجب با وجود تمام مشکلات TU-22 این هواپیما عمری طولانی داشت و تا پایان دهه 90 در نیروی هوایی شوروی و سپس روسیه باقی ماند. حتی این بمب افکن به چند کشور از جمله عراق نیز فروخته شد. اگرچه عراق از آن برای بمباران ایران در روز اول جنگ استفاده کرد، اما مشکلات بسیار زیاد بمب افکن سبب شد در ادامه جنگ اثر بخشی چندانی نداشته و تنها برای بمباران شهرهای بزرگ و در جنگ تانکرها مورد استفاده قرار گیرد. تمام 10 فروند بمب افکن عراق نیز در طول جنگ ایران و عراق و بعدتر در حملات آمریکا به عراق از بین رفت. در خود شوروی هم از 311 هواپیمای ساخته شده تنها 20 فروند در پیکربندی بمب افکن مورد استفاده قرار گرفت و بقیه هواپیماها عمدتاً به عنوان هواپیمای راکت بر و یا شناسایی ایفای نقش کرد.
نقشی که البته در آن نسبتاً موفق ظاهر شد. علی رغم تمام اصلاحاتی که روی هواپیما انجام شد، اما پرواز با آن همیشه سخت و خطرناک باقی ماند و برای کشور خود بیشتر مشکل ایجاد کرد تا برای دشمنان. در نهایت شوروی دست به توسعه بمب‌افکن TU-22 بکفایر زد که اگرچه در نام با سلف خود شباهت داشت، اما اساساً از پایه یک هواپیمای کاملاً متفاوت بود. این هم داستان فاجعه بارترین هواپیمای تاریخ. نظر شما در مورد این بمب‌افکن چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.